Deutsche Welle. مصاحبه های رادیویی. شنوندگان عزیز، چنانچه از ورای اخبار شنیدید، اوضاع در شهر هرات متشنج می باشد. در همین پیرامون همکارم سید روح الله یاسر با خبرنگار ما محمود منجمزاده گفتگوی تلفنی داشتند که اکنون با هم می شنویم. آقای منجمزاده، هدف از این انفجارها معلوم شده و آیا کسی یا جنای مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفتن؟ در دو انفجاری که در یک قسمتی از کند مجاهدی که در فاصله بسیار کمی از مقر سازمان ملل متحد است، میدونم که افراد خشمگین اینجا آمدن و دست به حریق زدن، ولی در دفتر سازمان ملل متحد هنوز مسئولیت به کسی به عهده نگرفته. افراد زیادی که زیادتر آنها را جوانان تشبیه میدهند که با موتورسیکل و با اسلحه های سخت مثل چوب یا ملی آهن به همراه هستند در بین جاده ها دیده میشوند، ولی اینکه واقعا چه کس و چه افرادی دست به حریق این دو قسمت و قسمت حقوق بشر زدن اطلاع درستی در دست نیست. ببخشید، هدف از این انفجارها معلوم شده و آیا کسی یا جناح مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفتن؟ در انفجاری که در هتل قسطنطین هرات که یکی از تفریده های بزرگ هرات است که با مصرف زیادی تهیه شده، هیچ کس مسئولیت آن را به عهده نگرفته، ولی اکثر میگن کسانی که با پروسه بازسازی هرات مخالفت دارن و این تعمیر یکی از بناهای عمده که برای آسایش شهروندان هرات است، طوری تقدر میتونیم که دیگه مخالفین پروسه بازسازی این کار کردن، ولی در موتورسیکلی که مواد انفجاری من حمل شده به حال گزارش درستی نرسیده، چون فرد موتورسیکل سوار بعد از انفجار مواد منفجره در موتورسیکل با حالت کما در آمده و دو یک دست و یک پایش نیز قطع شده است. معمول و امنیتی میگن که نتوانستن در حالت باهوش بودن با این فرد صحبت بکنن و او با او حالتی که در حالت کما بوده متاسفانه مرده بازدن دسته و اینا نتونستن که درینه. ما در تلسونی که با مقامات امنیتی ایراد کردم و می گفتن که کنترل و مشخص ساختن عوامل اصلی همچه حرکاتی را در چنین شرایط سخت بحرانی مشکل است که تشخیص داد، ولی این بزرگ گفته یکی از کارشناسان امور می گفت که همیشه زمانی که در هرات ناآرامی نشه اکثر ناآرامی ها از بلوکوالی های بیرون هم سازماندهی میشه و افرادی هم از بلوکوالی ها در این کارها دست دارن. آقای منبع آقای بله، مسئولیت اصلی این حرکات و این کشتار را به حال به عهده نگرفته. آقای منجمزاده، واکنش آقای اسماعیل خان در این قضایا چی بوده و ما گزارش های ضد نقیضی داشتیم که گاه آقای اسماعیل خان برکناریشان و سمت جدیدشان رد کردن، آیا آقای اسماعیل خان حالا قانع شدن؟ آقای اسماعیل خان در مصاحبه مفصل تلویزیونی که دیشب در تلویزیون هرات انجام داد گفت ما به عنوان وزیر معدن و صنایع از جایی که تخصصی ندارم و انجینر نیستم نمیتونم در اینجی مفید واقع شوم و از گرفتن این پست معذرت میخوایم و ما در خانه خود هستم. واکنش هایی که اطلاف اسماعیل خان مبنی بر سازماندهی نوارامی هایی در هرات باشه دال گزارش نشده و اسماعیل خان در خانه خود هست، ولی افرادی در نزدیکی خانه اسماعیل خان جمع شده شعار دادن بر ضد مسئولین کابل و همچنین آقای خلیزاد دیشب شنیده شده، ولی آقای اسماعیل خان خودش در خانه خود هست و تمام مامورین عالی رتبه هرات و معاون ولایت هرات برای استقبال آمدن آقای خیرخواه منتظر در میدان هوایی هرات هستند. آقای منجمزاده، افراد نظامی وفادار با آقای اسماعیل خان چه شدند؟ افرادی که پست هایی رو در قمندانی داشتن طوری که تا لحظات قبل گزارش داریم در جای خود هستن، ولی نیروهای امنیتی و نیروهای اردوی ملی نیست، با اونها در داخل قمندانی و داخل مامورهای پلیس طوری که معلوم میشود با هم مشغول حفظ امنیت هستن، ولی گزارش میرسد که کسانی که به نیروهای ایران ارتباط داشتن و لباس نظامی و لباس پلیسی داشتن خلاصه شدن. آقای منجمزاده، با تشکر فراوان از تماس مجددتان خیلی ممنون. تشکر. صحبت تلفن شنوندگان گرامی قدر،
به دنبال بردن قماندان امان الله رهبر شورشی علیه والی هرات به کابل، امروز شهروندان هرات دست به تظاهرات مسالمت آمیز زده و خواهان مجازات عاملین جنگ شیندند هرات و برقراری صلح در هرات شدند. جزئیات این تظاهرات را همکارم محمود منجمزاده در گزارش از شهر هرات برای ما فرستاده است که اینک آن را با هم یک جا می شنویم. مظاهرات شهرمندان هرات به مناسبت محکوم نمودن وقایع اخیر شنبه ساعت 9 صبح امروز با شرکت هزاران نفر از خانم ها و آقایان آغاز و ساعت 11:30 با صدور قطعنامه پایان یافت. بیش از 70% از دکان های شهر به همین مناسبت به حواله زور بسته بودند. در جلو مظاهرات این شعارها به چشم می خورد که بر روی پارچه های سفید نوشته شده بود: ما صلح می خواهیم. فراهان و عاملین فاجعه اخیر در هر موقعیتی که هست به پنجه قانون سپرده شود. زنده باد صلح. ما از جنگ متنفریم. این مظاهرات که از طرف بخشی از ارگانهای رسمی و نهادها و سازمانهای اجتماعی و فرهنگی هرات سازمان یافته شد و قطعنامه به همین مناسبت صادر است، ما مردم هرات ضمن محکوم نمودن توطئه‌ای که در ولسوالی شنبن صورت گرفت از مقامات دولتی، از مرکز کشور و به خصوص شخص رئیس دولت خواهانیم جلو همچه توطئه ها گرفته مانع دسیسه بازی های عناصر مخرب گردد. ما از دولت افغانستان میخواهیم که عاملین و طراحان این قضیه را دستگیر و با محاکمه علنی مجازات قانونی گردند و برای تهران پندی باشد. ما از مقامات در مرکز کشور میخواهیم که باید متجاوزان از ولسوالی شنبن هرچه زودتر بیرون ساخته شوند و امنیت در آن مناطق تضمین گردد. با حاکمیت هرات در شنبن که یکی از ولسوالی‌های ولایت هرات است تمدید و تضمین گردد. همچنین از مقامات صالحه دولت انتقالی اعلامی تقاضا مندیم از تحرکات افراد جریان‌های خودسر که در ولایت اطراف هرات باعث اخلال امنیت آن ولایت و ولایت هرات میشوند جدا جلوگیری به عمل آید. ما را پیمایان حمایت و پشتیبانی خود را از رهبری هرات و حمایت از دولت مرکزی اعلان می‌داریم. مثلا در ختم تظاهرات هستم و اینجا تعدادی که خانم ها هستن تقریبا بیش از 2000 نفر هستن و ما از یک نفر از شاگردای مکتب که در این تجمع شرکت کردن علت شرکت از اینا در تظاهرات می‌پرسم که چرا شرکت کردن و هدفشون چی شده. به نام خدا و به خاطر شرکت کردیم که نام شهدا همیشه روشن باشه و خاموش نباشه. بفرمایید شما در این چی اندیشه دارید؟ تظاهرات شرکت کردن خواهان چی چیزایی هست؟ من یک از جمله خواهان ولایت ایرات هم تعداد زیاد از خواهان ایرات بلکه تمام مردم ایرات زن و مرد امروز به تظاهرات بیر شدن، به راقیمه بیر شدن با واسه شهدایی که در این مدت های دوامدار ایراد داره. ایراد شهر شهدا و چی هست که یک تعداد زیاد از مردم ایراد شهید شدن، شهید دادن، همه تمیلا شهید شدن، همه ما پرازه تمیل شهداییم. ما دیگر مردم ایراد تحمل جنگ ندارن، همه خواهان صلح هم، فقط ما صلح میخواییم و از تمام جهانیان خواهش میکنیم که بیاین نظم ایراد، بازسازی ایراد، امنیت ایراد از نزدیک ببینن. تو ما میخواییم نزدیک بخواهی که این امنیت اخلال میکنن، مردم ما شیش میندازن، مردم ما معلول میکنن، مردم ما شهید میکنن و باز شهادت دوستان از اینا فرزندان از اینا میشانن، از اینا ما اینا محکوم میکنیم، اینا از بین ببرن و نگذارن که دیگر امنیت افغانستان بخصوص امنیت شهر ایراد که از تمام ولایت افغانستان امنیت و از اون بهتر و خوبتر بوده تا صلح و بازسازی امروزه در اون دوام داره دیر از بین نبرن. ما هم طرفدار مردم ایراد، طرفدار ولایت ایراد، طرفدار امیر هرات هستیم که جان خود، فرزندان خود، فامیل خود، همه صدای مردم هرات کرده. محمود منجمزاده، هرات، افغانستان، برای بخش رادیوی دری صدای آلمان. خود اسماعیل خان از طریق پیام تلویزیونی از مردم خواست که تصمیمات دولت مرکزی را محترم بشمارند و به خانه های خیش بازگردند. در این حال گفته می شود که اسماعیل خان همچنان در هرات است و تا این لحظه از عزیمت به کابل و به دست گرفتن مسئولیت وزارت صنایع و معادن در دولت حامد کرزی را که کرزی به جبران عزل او از ولایت هرات به او سپرده است خودداری کرده است. در گزارشی از هرات همکارمان محمود منجمزاده توجه شما را با آخرین تحولات و اوضاع در این شهر جلب می کند. هلیکوپترهای نظامی تمام شد را در فراز آسمان هرات در پرواز بودند. ساعت 9 شام دیروز
آقای اسماعیل خان در یک برنامه اختصاصی در تلویزیون هرات ظاهر شد و مردم را به آرامش دعوت نمود و گفت سوختاندن سازمان های بین المللی و بسرکت بردن اموال مردم نام نیکی برای شهروندان هرات نخواهد داشت. صبح اوضاع هرات کاملا آرام بود و همه مغازه ها و دفترها باز بودند و تمام مامورین و کارمندان رسمی ولایت از طریق تلویزیون فراخوانده شدند که سرکار خود بروند. مسئولین بیمارستان مرکزی شهر هرات تعداد کشته شدگان را 4 نفر که همه ایشان زیر 18 ساله بودند و تعداد مجروحان را 46 نفر گزارش داد که حال 4 نفر آن زخیم گزارش داده شده است. آقای خائرخواه والی جدید هرات امروز با اقشار مختلف مردم گفتگو کرد و اولین فرمان او تغییر رئیس رادیو تلویزیون هرات بود که آقای محمد ظاهر میهنیر را به این سمت برگزید. محمود منجمزاده، هرات، افغانستان، برای بخش فارسی رادیوی بین‌المللی فرانسه. خبرنگار دیگرمان در و بالاخره از هرات گزارش رسید که امروز یک مغازه موزیک در این شهر هدف بمب‌گذاری قرار گرفت. به گزارشی در این باره از محمود منجمزاده توجه فرمایید. حوالی ساعت 6 عصر روز سه‌شنبه انفجاری در یکی از پاساژهای شهر هرات رخ داد که در اثر آن 2 نفر مجروح شدند. شدت انفجار به حدی بوده که شیشه های ده ها مغازه فرو ریخته است. شاهدان عینی میگویند که انفجار در یک مغازه کسیت ویدیو و سیدی فروشی رخ داده که لوازم آن کاملا منهدم شده است. لحظاتی پس از انفجار مغازه‌داران مغازه ها را بسته و مأمور امنیتی مشغول بررسی هستند. شاهد میگوید فردی برای خرید کسیت مقدار پول داده و ساق خود را جا گذاشته است که بعدا بردارد. اوضاع شهر کاملا عادی و مغازه اطراف باز میده و مردم مشغول داد و ستد هستند. محمود منجمزاده، هرات، افغانستان، برای بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه. ما بالاخره در